سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با آموزش جنگ‌های صلیبی در خدمتتون هستم. خب، شاید تا حالا براتون سوال پیش اومده باشه که روابط داخل بازی چه نقشی داره و چجوری ساخته میشه. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر از اون دست افرادی هستین که با آموزش جنگ‌های صلیبی علاقه دارین، کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو هم فعال کنید که زمانی که ویدیو آموزش جدیدی ساخته شد بهتون خبر بدیم. خب حالا میریم سراغ آموزش. اگه ما یک بیس حریف داشته باشیم، یک بیس خودمون باشه، این بیس خودمون یک داخل خونه داشته باشه، سوالی که پیش میاد که راهبا چجوری ساخته میشن؟ راهبا از طریق کلیسا ها ساخته میشن. هزینه ساخت کلیسا 100 سکه هستش. هیچ پیش نیاز دیگه هم نیاز ندارن و مستقیم از کلیسا ساخته میشن. ما الان که 4 تا راه داریم. مزیت اولی که راهبا دارن اینه که اگه اونا رو در حالت مشت قرار بدیم، اگه نیروی دشمن بخواد به خونه های ما حمله کنه، راهبا سریعا استراب شده و همیتون میبینید که این راهبا سریعا استرابتون میان و بهشون اتک میدید. پس یکی از مزیت هایی که راهبا دارن یک قدرت دفاعی خوبی دارن. را مزیت دومی که دارن چی؟ ما از راهبا میتونم به عنوان سپرهای انسانی استفاده کنیم. اگه ما دارید کماندار داشته باشیم، این کماندار های ما هستن، یه او دارم راهبه. اگه اینا رو با همدیگه ترکیب کنیم، باشون حمله کنیم، چه اتفاقی میفته؟ این تیرهایی که قراره به کماندار های ما بخوره به راهبه برخورد میکنه. یه جورای سپر انسانی هستن و به صرف هم هست چون هزینه ساخت زیادی نداره. پس سوال بعدی اینه که کلیسا رو سعی کنید داخل بیستون نسازید. کلیسا به خاطر حجم بالایی که میگیره این داخل بیس نسازید. هر چقدر دورتر از بیس بسازید بهتر. بودنش هم داخل بیس زیاد آنچنان ضرورت خاصی نداره. مثلا بود نیستش که مثلا کارگر بخواد بره و برگرده و انبار سر بزنه و انبار غذا سر بزنه. پس سعی کنید که کلیسا رو بیرون از بیستون بسازید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.